سلام به شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه تاک شو از شبکه جهانی تلویزیون ایران. برنامه زنده است و گهگداری اشکالاتی پیش میاد و برنامه آنتایم پخش نمیشه که پوزش میخواد. مهمان نخست برنامه تاک شو هنرمند گرامی آقای شهریار قنبری هستند، ترانه‌سرا، خواننده، کارگردان و بازیگر. خب قرار بود که ما با آقای قنبری از طریق اسکایپ صحبت کنیم، همونطور که خدمتتون عرض کردم دلیل این تأخیر به خاطر اینکه این ارتباط برقرار نشد، به خاطر اینکه بعد مسافت داریم. آقای قنبری در مسافتی در حدود اورنج کانتی نزدیک سندیاگو هستند و ما هم در انسینو، بنابراین ناچارن مجبور بودیم که از طریق اسکایپ صحبت کنیم که نشد. آقای قنبری سلام عرض کردم خدمتتون. درود بر شما، درود بر شما و درود فراوان بر همه کسانی که ما رو میشنوند در این لحظه تاریخی. بله. آقای قنبری قبل از اینکه من پرسش خودم رو مطرح کنم، عرض کنم حضورتون که علاقمندان بیشمار شما خیلی مایلن بدونن که فعالیت‌های اخیر شما آیا در صدد انتشار کتاب دیگری هستید و عرض کنم که آثار شما با هنرمندان دیگری به زودی در شاهدش خواهیم بود و یا آیا خودتون مجدداً آلبوم جدیدی رو در دست تهیه دارید که خیلی خوشحال میشیم یک گزارش کوتاهی از خودتون برام تعریف کنید. سپاسگزارم. آخرین تازه‌ترین آلبوم هم همون آلبوم سینماس که مارچ گذشته منتشر کردم. بله. همچنین همونه، 4-5 سال وقت برد تا آماده بشه. برای اینکه برای ساختن یک کار ماندگار حتما باید وقت بگذارید. بله. از این کافی. بله. در رابطه با کارهایی که با دیگران داشتم، یک کار با صدای آقای یراهی، مهدی یراهی، خواننده خوبه. بله. که در ایران زندگی میکنه، داشتم به اسم قفس بس. بله. یک ترانه که ترانه قدیمی است، یعنی هرگز منتشر نشده، ملودی آقای منفردزاده و شعر من و صدای خانم گوگوش به اسم گریه در رنگبار که اونم ایشون شبیه یک ماه پیش پخش شد. بله. چند تا کار دارم با صداهای تازه، چند تا صدای تازه رو داریم معرفی کنم با آقای فرید زولان. برای خودم چند تا ترانه تازه دارم که دارم ضبط میکنم. همین دیگه. و در کنار همه اینا من صبح تا شب همینجوری توییت میزنم. بله. توییترم و همینطور با بچه های زیبای ایران در تماسم و همینطور کار میکنم دیگه. یعنی از صبح که از خواب پا میشم به دوستی، هم به دوستی اینو گفتم و هم در یک گفتگوی تلویزیونی اینو گفتم. ما همه سر کاری، ما همه در مأموریتی، همه ما. بله. یعنی همه اونهایی که دلنگران ایرانن و منتظر در آغوش گرفتن اون فرشته آزادی هن. بس. همه در مأموریت هن. یعنی از صبح که از خواب پا میشیم به ایران فکر میکنیم تا وقتی که میخوابیم. بس. امیدوارم در لس آنجلس هم همینجوری باشه. همینطور هستش. خوشبختانه در تظاهراتی که اعلام میشه، فراخوانی که اعلام میشه، هموطنان عزیز ما واقعا بود. میبینید که اصلا ما چنین اتحادی رو هرگز تجربه نکرده بودیم. دقیقاً. آقای قنبری، من یک پرسش که از شما دارم، آگاه هستن همه بینندگان عزیز که در 16 شهریور اگه اشتباه نکرده باشم، مهسا امینی در گشت ارشاد به طور کلی ببخشید فوت شد و فرمودید چی قربون کلمتون؟ گفتین فوت نشد. شما گفتید که مهسا امینی فوت شده، من اصلاح کردم گفتم ایشون به قتل رسید. به قتل رسید. بله ببخشید. بلکه خب خیلی فرقه. بله بله فوت شدن و بله بله و موج اعتراضات جناب قنبری در
از همون بیمارستان کسرا و بعدش هم سقز شاهد بودیم و بعد فراگیر شد در سراسر ایران. و یک ترانه منتشر شد که در واقع یک پیام اعتراضی مردم ایران رو باعث بود، یعنی زمینه که در خود ایران فراگیر شد، در خود جهان هم این آهنگ در سراسر جهان با زبان‌های مختلف هم خوانده شد. و در پنجم مهر ماه بودش که این آهنگ در واقع انتشار پیدا کرد با صدای آقای شروین عزیز. این ترانه همونطور که خودتون آگاه هستید نه عاشقانه است، نه شاد بود و نه شنوندگان رو به مقاومت و چگونگی استقامت دعوت میکرد. آقای قنبری، شما به عنوان یک ترانه سرا و همچنین خواننده و خالق آثار بسیار متعدد و به ماندنی و به جا ماندنی و ماندگار شدن هر کدوم از این آثار شما، هم میخواستم ببینم که نظر شما در ارتباط با این ترانه برای چه هست که این گونه عالمگیر شد. دلایل زیادی داره حتما دیگه. اثری که روی مردم گذاشته، اوریجینال بودنش، این که به موقع بودنش، یعنی به هنگام بودنش و سالم بودنش، ساده بودنش، چون حرفای عجیبی که اونجا مطرح نمیشه، بله، مجموعه ایست از توییت های مردم، یعنی حرف دل مردم در حقیقت. انعکاسش هم فوق‌العاده بوده که دیدیم دیگه، یعنی بازگشت صدای مردم، انگار مردم صدای خودشون رو دوباره شنیدن. و امیدوارم که ترانه ماندگار هم باشه، برای اینکه برای ماندگاری اون وقت شرایط دیگه ای لازم، ولی تا اینجا که خب کار خودشو کرده دیگه، یعنی اون وظیفه متعالی هنر همینه دیگه، یعنی پاکیزه کردن روح آدمیه، آدمی رو به بهترین جای خودش رسوندنه، این کاریست که هنر میکنه، تحمل زندگی دشوار رو آسان میکنه، آدمو به یعنی در بهترین حالتش آدمو به بیداری و هوشیاری میرسونه. این کاریست که کرده دیگه، این ترانه و همه کارهایی که این روزها میشه به این قصد منتشر شدند که حرف مردم باشند. آقای قنبری، اشاره کردید ماندگاری، یعنی ماندگاری از چه دیدی دارین شما بهش پرداختیم؟ به هر حال بعضی از بمونه، یعنی اینکه مثلا بدون اینکه بخوام از خودم تعریف کرده باشم، ماندگاری یعنی اینکه مثلا ترانه لالا لالا دیگه بسته گل لاله مال 44 سال پیشه، در من 44 سال پیش ساختم و نوشتم و اجرا کردم، همچنان ترانه ایست که ماندگار برید روی سوشال میدیا میبینید که بچه ها چه کلیپ هایی ساختن ازش. ماندگاری یعنی این که بمونه، 4 دهه بعد همون اثر رو داشته باشه. در ارتباط با ترانه هایی که سروده شده، مثل فرد بفهمید در ارتباط با مرغ سحر، یا عرض کنم که در آخری یار دبستانی، اینا به نظر شما اینا به هر حال در ارتباط به نظر من زور نداشتن، نه ترانه های امروز نیستن، نه برای اینکه شما با یک نسل دیگه طرفید دیگه، نسل زی، این بچه های اینترنت هن. این انقلاب اینترنتیه، بنابراین با تمام اون فرمول های گذشته زمین تا آسمون فرق داره و اصلا میبینید که کمترین شباهتی به 57 شرمگین و ننگین نداره واقعا. بسیار خوب، بس به اشاره جالب، کلمه جالبی بود، زور نداشتن این آثاری که در ارتباط با حالا از زمان مشروطیت. نه، نمیگم که بی ارزشن، میگم برای امروز کار نمی کنن. شما اگه مرغ سحر رو بخونی احترام میگذاری به سازندگان، ولی مرغ سحر تو رو هل نمیده بری تو کوچه. بله دقیقاً.
دقیقاً. اما در ارتباط با ایران چی؟ کاره ایران یه سرود گل گل پاریس که به اندازه کافی الو الو آقای قنبری عرض کنم که دیگه این تکنولوژی هم تقریبا شده. خب بریم بله بریم موزیک عرض کنم که لالا لارا رو نگاه بکنیم، برمیگردیم صحبتتون با آقای قنبری دنبال خواهیم کرد. خوابارون گله بادوم ناباور، گله دل نازک خسته، گله پرپر نگو باده ولایت پرپرش کرده، دلاور هم کشیدن رو بگیر از سر، دوباره قد بکش تا اوج فواره، نگوید ابر بیبارون نمیذاره، مثل یاره دلاور نشکن از دشمن، ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره، نذاشتن هم صدایی رو بلد باشیم، نذاشتن حتی با هم دیگه بد باشیم، کتابای سفید و دوره می کردیم که فکرشم کلاهی از نمک باشیم، نخواب وقتی که هم بغزت به زنجیره، نخواب وقتی که خون از شب سرازیره، بخون وقتی که خوندن مخصیت داره، بخون با من بیا تا من نگو دیره، سکوت شیشه های شب غمی داره، ولی خشم تو مشت محکمی داره، عزیز جمعه های عشق و آزادی، کلاغ پروازی با تو عالمی داره، نگو رفتا هزار آفتاب هزار مهتاب، نگو تو تا دوباره بپریم از خواب، بخون با من نترس از گله دشمن، بیا بیرون بیا بیرون از این مرداب، نگو تقوای ما تسلیم و ایساره، نگو تقدیر ما صد تایره داره، به پیغام کلاغای سیاه شب کن که شب جز تیرگی چیزی نمیاره، نفس از گله دشمن گله دادن که پوست شیر پوست سرزمین من، اجاق گرم سرمای شب سنگر، دلیل تا سفیده رفتن و رفتن، نخوابه حسرت صفه گل گندم، نباش تو دالونای قصه سردرگم، نخواب رو بالش پرهای پروانه که فریاد تو رو کم داره این مردم، مرسی لا 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 ده با صدای آقای شهریار قنبری رو شنیدیم. آقای قنبری دست شما درد نکنه، عرض کنم که یکی از مهمترین تفاوتایی که اعتراضات 1401 داره و کاملا میشه حسش کرد که معترضان در واقع عمدتا کسانی هستن که سابقه سیاسی ندارن و در یک قدرت رسمی هم نبودن و اونها به دلیل شرایط سنیشون غالبا سابقه حضور در بسیاری از انقلابات این در بسیار رویدادهایی که در ایران تا یه چند سال گذشته صورت گرفت نداشتن و
به نظر شما با توجه به این شرایطی که این عزیزان دارن، با توجه به سنشون، فکر میکنید که این رویداد و این جنبش و این خیزش و این انقلاب و چگونه میشه همچنان حفظش کرد؟ خب اون دیگه بستگی داره به ما دیگه. بچه ها کار خوبشون کردن و دارن میکنن. ما نسلای پیش، مایی که حتی پر از خطاییم بیشتر وقتها، ما باید خودمون رو کوک بکنیم، سازمون رو کوک بکنیم با صدای بچه ها. اشاره که کردید به سیاسی نبودنشون، من فکر میکنم خوش نشونه. برای اینکه برده هیچ فکر و ایدئولوژی خاصی نیستن. عملا دیدیم که 57 چه اتفاقی افتاد. بله، همه رنگ ها رو دیدیم دیگه و تجربه کردیم. این شانس ماست. بچه ها چیزی نمیخوان به جز زندگی. آقا بذارید زندگی کنیم. زن، زندگی، آزادی، به همین سادگی. یعنی یک کلمه اضافه دیگه لازم نداره. اون خط دوم که من اصلا نمیپسندم، مرد نمیدونم آبادی، مرد میهن آبادی، این یه شوخیه دیگه. یعنی خب معلومه وقتی میگی زن بعد میگی زندگی، یعنی اون زندگی زن و مرد با هم دیگه. نه، آزادی هم که خب مال همه است، یعنی باید به همه برسه. بنابراین من فکر میکنم که این تمام زیباییش به همینه، به این تازگیش. همینه که جهان ما تو محفوظه، همینه که خود ما حیرت زدیم، اصلا منتظرش نبودیم. ولی این دقیقا اون درجه جوشش آب دیگه، یعنی این آب داره میجوشه، همون شد رفت. و اینها هیچ کاری نمیتونن بکنن برای جلوگیری از این انقلاب باشکوه. هیچ کاری نمیشه کرد. ممکنه که طول بکشه، هیچ ایرادی نداره. یعنی میبینیم که روز به روز داره خودش رو بهتر نشون میده، روز به روز داره قد میکشه، یاد میگیره، پخته تر میشه. و این خیلی مهمه. ما داریم همه با هم یاد میگیریم که چگونه زمان از دست رفته رو جبران کنیم. 44 سال ما همینطوری مات و مبهوت و حیرت زده، وحشت زده، غیر انسانی ترین رژیم تاریخ رو تجربه کردیم. اصلا شما رژیم مشابه این پیدا نمی کنید جای دنیا که بیاد اینجوری آدم بکشه پشت فرمون. بچه اصلا براش فرقی نمی کنه. خب این اگه کشتار همگانی نیست، اگه جنوساید نیست، پس چیه؟ و جهان بهتره که هرچه زودتر فکر اساسی بکنه، هم برای خودش هم برای رژیمی که همچنان در حال حذف آدم هست. مرسی آقای قمبری. آقای قمبری، همونطور که خودتونم در صحبتتون اشاره کردید، موجی از ترانه‌های گوناگون بعد از این جنبش، خوانندگان بسیاری به ویژه خوانندگان در خارج از کشور اجرا کردن که سابقه نداشتید. البته ما تظاهرات متعددی هم داشتیم در طی این 44 سال، ولی خب این خیزش یا این جنبش یا این انقلاب واقعا تفاوت داره. این موج ترانه‌هایی که عزیزان مختلفی اجرا کردن، آیا انرژی گرفتن از مردم، یا اینکه به عنوان انجام وظیفه یه تکلیفی رو باید انجام بدن؟ بیشتر انجام وظیفه است. برای اینکه ناگهان شما نمیتونی از 6 و 8 کات بکنی به یک ترانه مثلا انقلابی، نمیشه. یعنی مقدمه لازم داره. ده. و دوستان، بعضی از دوستان که میبینیم ناگهان کاری ضبط کردن و منتشر کردن، انگار که نگران این بودن که مبادا در روز جشن و ضیافت چیزی به اینها نرسه، در حالی که ممکنه هیچ آخه چه هدیه زیباتر و گرانبهاتر از خود آزادی است؟ بنابراین ما همه برای آزادی داریم کار میکنیم، بدون اینکه حقوق بگیریم از دستگاهی.
خب بله. این اون وقت کسانی به این کارا دست میزنن که تو گفتم نگران وضعیت خودشونن که مبادا من عقب بمونم از این کاروان، ولی اگر واقعی باشن حتما عقب نمیمونن. هر کس به اندازه خودش و به سهم خودش و اندازه کارنامه خودش باید حضور داشته باشه. از اون عنوان انسان، مگه میشه انسان بود و خاموش شد در این لحظه حساس؟ آقای قنبری عزیز، با شرایط کنونی دو دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه هستش که میگن که آقا کنسرت ها باید برگزار بشه و بعد از اینا حمایت کرد. یه دیدگاه دیگه هستش که میگن در شرایط کنونی کنسرتی نباید برگزار بشه. اعتقاد شما چی آقای شهریار قنبری؟ این نظر دوم که گفتید یک نگاه مذهبی است. این درست تفکر جمهوری اسلامیه و این کاری است که اونها میخوان ما بکنیم. یعنی این که ما در فردای ایران که نمیدونم در ایام محرم و تاسو و عاشورا و ایران که موسیقی رو قدغن نخواهیم کرد، که حتی اگر بیاد داشته باشید در سالهای آخر رژیم پادشاهی ما موسیقی داشتیم، یعنی تاسو و عاشورا موسیقی پخش میشد از رسانه ها. اگر امروز اینجا مثلا در کالیفرنیا تصمیم بگیریم که حالا موسیقی قدغنه، که خب خیلی خیلی کاملا فکر ابلهانه است، تصمیم ابلهانه است. موسیقی پر از انرژی، مگه میشه شما این انرژی رو حذف بکنی از بازی؟ آره قنبری، بعضیا انرژیشون گرفته شده، بعضیا یعنی به طور کلی وقتی با چند تا آژانس مسافرتی صحبت میکنیم میبینیم که سفر به ایران صفر شده، یعنی ایده اصلا قصد این که هم برای ویزیت بوده یا برای کارهای شخصیشون بوده همه اینا لغو کردن و خودشون رو به نوعی همدم میدونن با عزیزان خودشون که در ایران. میفهمن اینا ربطی به هم نداره عزیز من. از کردم تفکر مذهبیه، تفکر عقب مانده بازاره. صحیح. هنر که حادثه بدی نیستش، که من. این حرف آدمیست که اصلا با هنر رفاقتی نداره، ولی حالا بهانه اش اینه که آقا الان دارن آدم میکشن چه وقت موسیقیه؟ دقیقاً الان وقت موسیقی که بگه آقا دارن آدم میکشن. مگه صدایی بهتر از صدای هنر میتونید پیدا کنید که این پیام رو به جهان برسونه؟ شما الان داشتید از ترانه شروین حرف میزدید. بله. حالا فکر کنیم بگه قدغن اصلا نباید کسی ترانه بخونه. این دقیقاً تفکره رژیمه که نباید بهش پروبال داد، یعنی باید جلوش ایستاد. خود من اگه شده میرم سر کوچه هر جا که بتونم و میخونم و کار میکنم. مرسی. آقای قنبری، در ارتباط با شروین حاجی‌پور اسمش رو بردید، فکر میکنید آینده این جوان چه خواهد بود در هنر موسیقی؟ حتما درخشان خواهد بود، حتما درخشان خواهد بود. امیدوارم که یعنی حتما هم به اون آگاهی رسیده. کسی که کاری در این حد تولید کرده میدونه که کجا ایستاده، یعنی خودش رو خراب نخواهد کرد. نه. امیدوارم دست کم آقای قنبری های خوبی آرزو میکنم. مرسی از شما، خیلی تشکر آقای قنبری. حیف که وقت ما داره تموم میشه، ولی نمیتونیم بدون قد از دوستان که مشکل فنی داشتیم بح. از شما از همه کوزش میخوام. امیدوارم که در فرصت نزدیک باز دوباره حتما این خواهش از الان انجام میدم برای اینکه در آینده یه گفتگویی با سرکار داشته باشیم به زودی و این رفع اشکالم بشه. چندین بار اسم قدغن رو بردیم، دیگه وضعیت جنگ دیگه، از این سنگر به اون سنگر با هم. مرسی آقای قنبری.
قبل از اینکه قدغن رو پخش کنیم از عزیزانم در اتاق فرما خواهش کنم، خانم فرما، خانم ندا، نظرتون راجع به ایرانیان خارج از کشور در این جنبش عالی عالی همشون رو میبوسم. عالی اوکی و یعنی هیچ... یعنی همین عالی دیگه و... فقط درشون دست میزنم زنده و اینکه هیچ پیامی در ارتباط با جمعیت که ساکت هستن در سایه هستن شما نداری؟ چرا چرا من متاسفم، حتی اگر که نزدیکان خودم باشن با دوستی حرف میزدم او هم همین رو میگفت، میگفت من به نزدیکانم زنگ میزنم و میگم من با شما دیگه کاری ندارم اگر به سکوتتون ادامه بدید. شرم‌آوره. خب این کار مهمیه دیگه، این وظیفه ماست که پیرامونمون درست بکنیم. درست بگیم آقا چرا ساکتی؟ برای اینکه خواه نخواه اینو از هزار یک زبان شنیدیم، این بار با گذشته فرق میکنه. این اتفاق افتاده، به باور من انقلاب آغاز شده ده. یعنی این اتفاق افتاده، این انقلاب فرهنگی مهمتر از هر چیز، انقلابی که شعارش زن زندگی آزادی، حتما انقلاب فرهنگی، حتما رنسانس ایرانه، شک نکنید. بنابراین اونایی که در خوابن و ساکتن یک فکری برای خودشون باید بکنن، برای اینکه این اتفاق خواهد افتاد. مرسی آقای قنبری عزیز، یک دنیا تشکر براتون، روزهای خوبی رو. هیجان زده شدیم دیگه، برای جنگ دیگه گفتم. دقیقاً میریم قلقن رو تماشا میکنیم، از شما خداحافظی میکنیم و قولشو دادید که به زودی دوباره در بله قولشو دادید که به زودی باتم در خدمت باشید. مرسی، سبز و آفتابی باشید. قربونت برم، تشکر میکنم. بریم قلقن رو تماشا میکنیم، بعد میریم سراغ آگهی ها، برمیگردیم برنامه دیگه خدمتون تقدیم میدارم. خواهش میکنم. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. تجوج و نجوا قدغن، رقص سایه ها قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب تازه اجازه بی اجازه، برای خواب تازه اجازه بی اجازه. در این غربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. از تو نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. در این غربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی بگو، زنده باد زندگی بگو، زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. از تو نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه.